این چه شاهی است مگر این همه نوکر دارد؟ السلام علیک یا ابا عبدالله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا حامل لواء الحسين ويا كفيل الزينبين يا مولاي يا ابن أمير المؤمنين يا مولاي ابن أم البنين يا مولاي يا باب الحوائج يا ساقي عطاشا كربلا ويا قمر العشيرة يا أبا الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. داری آشنا با این که هستی قریب، نمیشه از لطف تو سائلی بی نصیب، مثل زهیر و بره شبیه هر و حبیب، ز عشقت شدم تا برام شی طبیب، اگرچه نوکری بدم برا تو،
از کوچیکی سینه زدم برا تو، دلم میخواد به یاد کام خوشگه با لب تشنه جون بدم برا تو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه. بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، سلام علیکم، وقت شما بخیر. الحمدلله رب العالمین، امشب هم این توفیق رو دارم بنده به اتفاق عزیزان گلم که در استودیو حاضر هستن در خدمت شما بزرگواران باشیم با برنامه سلام کربلا. به صورت عذرخواهی میکنم، من از شما هم عذرخواهی بکنم و عزیزان به من خورده میگیرن، با برنامه منم مشترکم تصحیح میکنم. خدا رو شاکریم، با برنامه منم مشترکم در خدمت شما بزرگواران هستیم به صورت زنده و مستقیم از استدیوی بین الحرمین شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا و در همجواری با حرم مطهر آقا سید الشهدا سلام الله علیه، برادر بزرگوارشون آقا قمر العشیره ابوالفضل العباس علیه السلام. در برنامه منم مشترکم هم بیننده های سلام کربلا تماس میگیرن، هم بیننده های برنامه معراج، هم بیننده های هشتگ سوژه، هم بیننده های تکیه بین الحرمین و تفاوتی نمیکنه حالا به اسم که نیست. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت بیننده های گرامی شبکه امام حسین علیه السلام. شکرا لک یا ابا عبدالله، خدا رو شکری که امشب هم از جوار حرم مقدس و مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و برادر با وفاشون قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام از طریق استودیوی شبکه امام حسین علیه السلام در خدمت شما گرامیان هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. عرض سلام و ادب خدمت همه عزیزان بینندگان تلویزیون امام حسین علیه السلام. الحمدلله که یک بار دیگر روزی شد تا در شب زیارتی آقا سید الشهدا علیه السلام در کنار دوستان بزرگوارم در خدمت شما عزیزان باشیم با برنامه، خواستم بگم معراج، بعد گفتم که خب همون که همه با هم می‌بینیم و منم مشترکم و طبیعیه که همه ما در ابتدای برنامه شاد باشیم، چون جهان تشیع داره پیش میره به سمت بهترین روزهای خودش، ایام ولادت حضرت زهرا که از الان به شما تبریک میگیم. انشاءالله با افتخار از کربلای معلا امشب شما را دعوت میکنیم برای زیارت امام حسین علیه السلام و امیدواریم ما را در زیارت خودتون از دعا فراموش نکنید. منتظر شماره ها باشید. جناب استاد میر خلف‌زاده الان اعلام میکنن خدمت شما. خواهش میکنم. حقیقتاً چشم به راه تماس های شما هستیم، اینکه ما بتونیم انشاءالله هرچه بیشتر صدای شما عاشقان آقا سید و شهدا رو به کربلای معلا برسونیم. اون عزیزانی که دوست دارن صداشون رو به کربلا برسونن میتونن از همین الان گوشی هاشون رو بردارن، شماره گیری بکنن 2-0-964-770-292-0-910 و 2-0-964-773-118-304 در اختیار شما هست که قطعا میدونم این سفره خیری که پهن شده و شما دوست دارید ازش استفاده بکنید قطعا به عزیزانتون هم راهنمایی میکنیم راههای دیدن شبکه جهانی امام حسین علیه السلام و شماره تماس برنامه رو بهشون انشاءالله لطف میکنید، اونها هم همانند شما تماس بگیرن خدمت آقا سید و شهدا، عرض سلام داشته باشن، عرض حاجت داشته باشن و پیشا پیش ولادت با سعادت مادر بزرگوارشون، مادر هستی، بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو که عزیز دلم آقای غفوری گفتن داریم وارد دهه بزرگ داشته میلادشون میشیم، خدمت آقا سید و شهدا تبریک بگن. انشاءالله همگی
حاجت روا باشید. اولین تماس رو دریافت میکنیم از کشور کانادا، سرکار خانم عریب. سلام علیکم و رحمت الله. زهره عریب سلام از ما، حال شما خوبه؟ ممنونم خواهرم، به کربلا خوش اومدید. بفرمایید زائره، امشب که شب جمعه هست، خدمت آقا سید و شهدا باشید. به خدمت آقا سید و شهدا به اجازه شما بدم. خواهش میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله و الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعل الله منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. السلام عليك يا ابو الفضل العباس، السلام عليك يا زينب الكبرى ورحمه الله وبركاته. فقط این شب جمعه از این آقاها عزیزای درگاه خدا میخوام که همه مریض ها رو شفا بده، همه مشکل ها رو برطرف کنه. خیلی ممنون از لطف شما. الهی آمین. التماس دعا دارید. ان شاء الله حاجت روا باشید. بنده اسم حضرت عالی رو به عنوان اولین تماس گیرنده امشب روی پرچم مقدس یا حسین بنویسم. ان شاء الله هر چه زودتر مشرف بشید کربلا. ممنونیم. یا علی مدد. سلامی هم عرض میکنم خدمت بیننده های محترمی که از طریق یوتیوب شبکه امام حسین علیه السلام یا سایت مجموع رسانه امام حسین علیه السلام یا از طریق فیسبوک و دیگر درگاه های مشاهده شبکه امام حسین علیه السلام برنامه امشب رو بیننده هستند. و همچنین سلامی خدمت همراهانی که صدای ما رو در کلاب هاوس امام حسین تیوی وان میشنوند. سرکار خانم مرجان اگر در روم هستید صدای من رو دارید، سلام میکنم خدمت شما، وقتتون بخیر. دوستان به من اطلاع بدید که خانم مرجان هستن، من صداشون رو ندارم. سرکار خانم مرجان صدای من رو دارید؟ خب باک خوردن و از روم خارج شدن، مشکل نیست. زائر بعد رو بفرمایید. جناب آقای همتی از شیراز، سلام علیکم، وقتتون بخیر. آقای همتی صدای من رو دارید؟ بله. بفرمایید زیارت سید و شهدا علیه السلام. آقا بینام شما هستید؟ ارادتمندم. الو. هستم آقا بینام، سلام، خوبی؟ قربان شما. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا ابا الفرج العباس، یا قمر بنی هاشم، یا باب الحوایج. بنام حسین همیت محبت کنید. زیارتتون قبول باشه. اسم شما هم مانند دیگر زائران روی پرچم مقدس یا حسین نوشته شد. انشاءالله که حاجت روا باشید. خب زائر بعدی که برای زیارت امام حسین علیه السلام مهیا میشن خانم اسدی هستن از مازندران. سلام علیکم، به کربلا خوش اومدید. سلام. سلام علیکم خانم اسدی، به کربلا خوش اومدید. صدای بنده رو دارید؟ آره دارم. میتونی یه ذره گوشی بدید به آقا بهنام؟ بله آقای بهنام هم صدای شما رو میشنوند. بنده امیر غفوری هستم، ولی از الان به بعد جناب استاد بهنام جواب شما رو میدن. سلام علیکم، وقتتون بخیر. سلام، خسته نباشه آقا بهنام. متشکرم، سلامت باشید. من خواب میدیدم. ممنون، مرسی. اصلا الان سعی زیارت کنم آقا بهنام؟ بله بفرمایید زیارت سید الشهدا علیه السلام. السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین. السلام علی منی قمر بنی هاشم از جعفر فاضل عباس. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آره من خواب دیدم که تعویض من زیارت کنه آقا بهنام. خواب شما رو دیدم. قبول باشه زیارتتون، چشم، انجام وظیفه میکنم. دعاگو و نایب زیارتون هستم انشاءالله. شما و تمامی عاشقان سید و شهدا علیه السلام به زودی مشرف بشید کربلا و از نزدیک زائر امام حسین علیه السلام باشید. نام شما هم روی پرچم مقدس یا حسین نوشته شد. دست شما در نکنه، ممنون، متشکرم. حاجت روا باشید انشاءالله. یا علی مدد. خب کارگردان به من اطلاع بدید که تصویربردار به کجا رسیده برای آغاز طواف حرم مقدس سید الشهدا علیه السلام و حرم آقا ابوالفضل و بین الحرمین و قدم هایی که برمی‌دارن به نیابت بیننده های شبکه امام حسین علیه السلام از خیابان سدره. بله اینجا اواسط خیابان سدره هست، مقابل باب و سدره حرم مطهر و مقدس سید الشهدا علیه السلام تجدید خاطره میشه برای اون دسته از بیننده هایی که تا به حال مشرف شدن کربلا و از همین مسیرها قدم برمی داشتن برای زیارت امام حسین علیه السلام و کسانی هم که تا به حال مشرف نشدند در ذهن و خاطرتون داشته باشید که در این شب جمعه تصویر بردار شبکه امام حسین علیه السلام از اواسط خیابان سدره شروع کرد به قدم زدن به نیابت شما و انشاءالله خود شما هم به زودی مشرف بشید کربلا و قدم زنان مشرف بشید به زیارت سید الشهدا و حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. نوش جانتان بیننده های شبکه امام حسین علیه السلام و همراهانی که در کلاب هاوس از طریق لینکی که به اشتراک گذاشته شده میتونید لینک رو لمس کنید و همین الان این تصاویر رو از شبکه امام حسین علیه السلام ببینید و همراه بشید. شما هم با میلیون ها بیننده شبکه امام حسین علیه السلام با تصویربردار شبکه به سمت زیارت سید الشهدا علیه السلام طواف حرم مقدس امام حسین و قدم زدن در بین الحرمین. خب سرکار خانم مرجان اطلاع دادن که بازگشتند به روم. اگر الان صدای من رو دارید سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله همه دوستانی که کارگردان به من اطلاع بدید که چه اتفاق افتاد، مایکشون بازه یا نه، صداشون رو ندارم من. خانم مرجان اگر صدای من رو دارید، ما صدای شما رو نداریم. صدا پخش میشه، یعنی مجدد الان صدای شما هست. بفرمایید زیارت کنید سید الشهدا علیه السلام. الان صدای من رو دارید، من میتونم سلام بدم؟ بله بفرمایید. بله بسم الله الرحمن الرحیم و سلام علی حسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و علی اخ الحسین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زیارتتون قبول باشه انشاءالله که حاجت روا باشید. خانم مرجان و تمام دوستان و عزیزانی که الان در روم هستید و صدای من رو میشنوید، لینکی که در روم به اشتراک گذاشته شده رو همین الان لمس کنید و بدون اینکه از کلاب هاست و از روم خارج بشید میتونید تصویر شبکه امام حسین علیه السلام رو به طور زنده و مستقیم ببینید و همراه بشید با تصویربردار شبکه امام حسین که قدم زنان در حال طواف حرمین شریفین هست. خب همینطوری که قدم به قدم میرید به سمت حرم آقا ابوالفضل عباس همراه با زائران آقا سید الشهدا علیه السلام، عرض کنم این که سر بازار محبت که همه حیرانند، غم نداریم. سر بازار محبت که همه حیرانند، غم ندارم که حسین از خریدار دلم. شب زیارتی آقا سید الشهدا علیه السلام همه دنیا تماس میگیرن و دل میبندن برای زیارت سید الشهدا علیه السلام. شمایی که الان نصیبتون شده و شماره تلویزیون محسن علیه السلام رو گرفتید برای زیارت، الان بسم الله. خانم جعفری از اتریش صدای شما برای ما پخش میشه انشالله. سلام به کربلا، خوش اومدید.
خیلی ممنونم، شکرم. انشالله که میشه موفق و معین باشین با خانواده. خوش به حال شما که با بیشتی تشریف دارین. خوش به حال شما. دعاگوی ممنون آقا سید شهدا هستیم. خانم جعفری الان همزمان با صدای بنده و صدای شما تصویر ظریف سید الشهدا علیه السلام برای بینندگان پخش میشه، شما هم میتونید زیارت کنید. السلام علیکم یا مولا یا ابا عبدالله. السلام علیکم یا ابا عبدالله الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیکم یا فاطمه زهرا یا بنت محمد یا رسول الله یا ابا عبدالله. السلام علیکم یا أبو الفضل عباس يا أمير المؤمنين. السلام عليكم يا قمر بن ياشيم. السلام عليكم أختك الحوراء زينب. السلام عليكم عزيزة الحسين رقية. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا إمام الزمان يا مهدي زهرا غربا يدبرم دوري مهدي مر برسل خدایا زوری مولای مر برسن. امشب شب جمعه یا آقا جان نظر میخوایم زوری مهدی مر برسن. السلام علیکم یا ابا عبدالله الحسین بنی آبادی مادرم بنی آبادی پدرم بنی آبادی مادر شوارم بنی آبادی پدر شوارم بنی آبادی خانوادم بنی آبادی بچه هم. خدایا گرفتاری مشکلات های همه بندگان خبر طرف کنیز مردنش. خدایا مایی مریضار شفایا جل صحتی کامل بدی بچه های قبول باشه خانم جعفری، قبول باشه. انشالله به زودی روزیتون بشه. دوستان همطور که توجه میکنید با اینکه هوای شهر مقدس کربلا سرد هست، ولی خب زائران امام حسین علیه السلام جوری داخل حرم ها جمع شدن که از زیارت شب جمعه باز نمونن. تصویر زیبایی از داخل حرم ابوالفضل عباس علیه السلام تقدیم شما داره میشه و الان هم بله همراه شدیم با تصویر برداره مشهور برنامه منم مشترکم. شما عزیزانی که هر هفته منتظر قدم های این تأثیر بردار هستید برای راه رفتن و کربلا گردی دور حرم ابوالفضل و دور حرم آقا سید الشهدا علیه السلام میگردید همراه با این تأثیر بردار، الان هم وارد بین الحرمین میشود و از الان به بعد تقدیم جناب استاد میرخلف‌زاده. خواهش میکنم. رسید به باب موسی بن جعفر سلام الله علیه، باب الحوائج الی الله. ان شاء الله که نصیب و قسمت همه شما بزرگواران بشه زیارت آقا سید و شهدا در کربلای معلا و از نزدیک. و اما تماس بعد رو از کشور ایران بگیریم، سرکار خانم عطاران از خراسان شمالی. سلام علیکم و رحمت الله. سرکا خانم عطاران صدای بنده رو دارید؟ سلام علیکم. صدای ما رو ظاهرا ندارن، متاسفانه تماسشون قطع شده. تماس بعد رو بگیریم از تهران، سرکار خانم امیری. سلام علیکم و رحمت الله. سرکار خانم امیری صدای بنده رو دارید؟ ظاهرا این بزرگوار هم حالا یا اینترنتش ضعیفه یا اینکه سرکار خانم امیری صدای شما به ما رسیده. سلام علیکم. تماس شما وصله سرکار خانم امیری. سلام علیکم. سلام علیکم. به کربلا خوش اومدید. بفرمایید شما هم همراه این زائرانی که الان در تصویر میبینید خدمت آقا سید و شهدا عرض سلام داشته باشید. اصلا سلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى ابن الحسين وعلى زينب الحسين. السلام عليك يا قمر منير بن ياشم يا ابا الفضل العباس. تولد مادرت رو برات تبریک میگم آقا جان. آقا جان میخواد همسرم با شما صحبت کنه. خواهش میکنم بفرمایید گوشی رو بدید خدمت همسرتون.
میشنویم سلام این بزرگوار رو هم. بیاندگان و عجمند گرامی، عرض سلام دارم به همه همکاران تو و همه همکاران تو سلام عرض کنم. و علیکم السلام. السلام علیکی یا ابا عبدالله، السلام علیکی یا رب رسول الله، السلام علیکی یا امیر المؤمنین، السلام علیکی یا ابا الفضل، السلام علیکی یا مهدی یا صاحب الزمان یا خلی سوره، السلام علیکم یا زینب یا فاطمه زهرا، سلام الله علیها و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنون و متشکرم. قبول باشه زیارتتون ان شاء الله و حاجت روا باشید و هر چه زودتر همراه با خانواده مشرف بشید کربلا. ممنونیم از تماستون. خب خدا رو شکر الان بین الحرمین هستیم و اگر چشم دل باز کنید دوستانی که تصویر ما رو نمیبینید خودتون رو اینجا میتونید تصور کنید. گوشه بین الحرمین وقتی که از سمت حرم آقا ابوالفضل عباس به سمت حرم آقا سید الشهدا علیه السلام قدم بردارید و مشرف بشید به سمت زیارت، یک تابلوی زیبایی رو زدن یا فاطمه یا سیدتنا یا سیدتنا فاطمه زهرا و سلامی رو دادن خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها. انشالله آرزو دارم که بیبی عنایت کنن به همه ما و صدق سر شیعان امیرالمومنین و صدق سر این ولادتی که در پیش داریم دفع بلا و وبا بشه از همه بشریت و برسید برای زیارت. مشرف بشید برای زیارت. خانم کاظمی از مشهد سلام علیکم به کربلا، خوش اومدید، بفرمایید زیارت امام حسین علیه السلام. سلام علیکم، سلام عرض میکنم به تمام مسئولان شبکه امام حسین، التماس دعا دارم از راه دور. السلام علیک یا ابا عبدالله حسین، السلام علیک یا حضرت، السلام علیک یا ابوالفضل عباس. پیشا پیش روز مادر و زن را به تمام زنان کل شیعه مسلمون و به تمام زنان تبریک عرض میکنم. از راه دور از مشهد مقدس هستم، انشاءالله نامی روزگاره هستم، برای شما دعا میکنم، در درگاه امام رضا هستم و اینکه از شما خواستم هستم که یه مشکلی توی زندگی من هستش که اگه واقعا خواهش میکنم اونجا با من خیلی دعا کنید، خیلی دعا کنید، التماس دعا دارم. انشاءالله ما به رسم وظیفه انجام وظیفه میکنیم، دعاگوی شما هستیم. شما هم حتما الان که سلام دادید محضر سید الشهدا علیه السلام حاجتتون مد نظرتون بوده، انشالله همگی شامل عنایت آقا سید الشهدا علیه السلام. همه اینجا گرفتار، خیلی دوست داشتیم الان کربلا معلا بودیم ولی متاسفانه تا الان قسمت نشد که بیاییم، ولی از شما خواهش میکنیم برای ما دعا کنیم که حداقل ما بتونیم بیاییم اونجا کربلا زیارت آقا امام حسین، زیارت آقا ابوالفضل عباس. انشاءالله انجام وظیفه میکنیم بعد از برنامه وقتی که مشرف میشیم. من از جانب شما در درگاه امام رضا نایب الزیاره هستم. خیلی ممنونم، بنده به نوبه خودم از شما ممنونم. محضر امام رضا سلام ما رو میرسونید، محضر امام رضا ما رو یاد میکنید. مسلما دوستان بنده هم که دلتنگ زیارت امام رضا هستن از شما تشکر میکنن، ممنون که زیارت خودتون رو با ما تقسیم میکنین و ممنون که در زیارت امشب همراه بودید. و اما تماس بعد رو دریافت بکنیم از کشور اتریش، جناب آقای سید جاوید. سلام علیکم و رحمت الله. تماسشون هست هنوز؟ آقا سید جاوید سلام علیکم. سلام علیکم. السلام. سلام آجی آقا، خوب هستین؟ سرتان خوب و خیر؟ خیر خیر. ممنون، متشکر. به کربلا خوش اومدید. بفرمایید ظاهر شب جمعه آقا سید و شهدا علیه السلام از طریق شبکه باشید. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیکم فاطمه زهرا. Yeah.
يا حسين يا حسين يا ابو الفزع يا مريض انا مش اخي مشكله تام يا حسين بس خير سلامتي مولاي ما راضي ما سمعتش تنزل فرويا يا امام الزمان قبول باشه آقا سید جاوید زیارتتون، انشاءالله که حاجت روا باشید. ما اسم شما رو هم روی پرچم مطهر یا حسین نوشتیم، انشاءالله میفهمم حال دلتون رو، میبینید تصاویر رو، میبینید مردم رو دور ذریح مطهر آقا سید و شهدا دلتنگ میشید، عشق شوق زیارت میریزید و عشق دلتنگی. انشاءالله نصیب و قسمت همه عاشقان آقا سید و شهدا بکنه، همه عزیزان بتونن از نزدیک مشرف بشن کربلا و زائر آقا امام حسین علیه السلام باشه. خب الحمدلله رب العالمین، امشب هم برنامه منم مشترکم مهمان داره. من پخش رو میسپارم به جناب آقای حاج آقای بهنا. خب امشب هم یک مهمان حضوری داریم در استودیوی شبکه امام حسین علیه السلام. تفاوتی که مهمان امشب با مهمانهای هفته های قبل دارن تقریبا از جای دوری مشرف شدن کربلا. مهمانهای قبل از کشورهایی بودند که پروازهای 2 ساعته الی 4 ساعته داشتند، ولی جناب آقای نبیزاده از سیدنی استرالیا مشرف شدن کربلا و الان در خدمتشون هستیم. چیزی حدود 15-16 ساعت درسته پرواز دارن تا عراق و الان در خدمتشون هستیم. سلام علیکم آقای نبیزاده. با بیننده های شبکه امام حسین علیه السلام سلامی داشته باشید. سلام و عرض ادب اول به محضر سید الشهدا ابو عبدالله الحسین، سلام خدمت حضرت ابوالفضل عباس و سلام خدمت تمام بیننده های خوب شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. احسنتم، قبول باشه زیارتاتون آقای نبیزاده. قبول حق. صحبت می کردیم با هم قبل از اینکه بیاید وارد استودیو بشید، شما فرمودید که تا قبل از کرونا هر سال 40 رو مشرف می شدید کربلا و فرمودید که کشورهای مختلفی هم سفر سیاحتی و تفریحی داشتید. بله. برای بیننده های شبکه امام حسین علیه السلام بفرمایید که حالا فرزندانتون که فرمودید کوچک هستند، خردسال هستند، خانواده تا به حال اعتراض نکردند چرا اینقدر کربلا؟ نه اتفاقا ما به تشویق بیشتر به تشویق خانواده آمدیم. الان شما از سیدنی با توجه به شرایطی که خود استرالیا و سیدنی داره و شاید بیننده های محترم هم آگاه باشند شرایط کرونایی، از دوستان و آشنایانی که متوجه شدن شما میخواید بیاین عراق، کسی به شما خورده نگرفت که در این شرایط میخوای بری؟ اتفاقا چرا دوستا بعضی خانواده ها اعتراض داشتن یا تذکر داشتن که میرین اونجا کرونا هست، امکانات نیست، با بچه کوچک میرین خطر است. چی جوابشون دادید؟ جواب ما بود که ما میریم زائر ابو عبدالله الحسین هستیم، اونجا ما به این باور بودیم که کرونا نیست، اگر هم هست شفا دهندش ابو عبدالله الحسین هست.
خب قطعا شما با یقین و اعتقاد قلبی این صحبت رو کردید و در این مدتی که در کربلا هستید به سامرا مشرف شدید، کاظمین و نجف مشرف شدید، با توجه به اعتقاد قلبی خودتون چی دیدید؟ اتفاقا از کرونا اینجا خبر نیست اصلا. الان تو استرالیا تو شهر سیدنی کرونا غوغا میکنه، همه دوستای ما، خانواده های ما، همهشون کرونا گرفتن، مصاب شدن متاسفانه. ولی الحمدلله، الحمدلله و برکت ابو عبدالله الحسین، ابو الفضل عباس و بقیه ائمه اطهار سلام الله علیها، ما با سلامت هستیم اینجا. از کرونا اصلا خبری نیست. با مو اعتقاد قلبی که داریم و داریم، خیلی با مو خیال راحت حرم میرم، بیرون حرم همه جا درست است، یک سری چیزا رو رعایت میکنیم، پیودات کرونا را. ولی همون که گفتم اینجا از کرونا اصلا خبری نیست، کرونا اینجا نیست. خب مسلما اعتقاد منافاتی با رعایت کردن موارد بهداشتی ندارد، اینکه طبیعی است. جناب آقای نبیزاده، چند تا کشور، چه کشورهایی تا حالا سفر کردید؟ اگر البته مایل هستید برای بیننده های محترم بفرمایید و بعد از اون بفرمایید که چه تفاوتی داره سفرهای سیاحتی تفریحی که به کشورهای مختلف داشتید با سفر زیارتی به کربلا. من دبی رفتم، ترکیه رفتم، مالزی رفتم، اکثر شهرهای استرالیا رفتم و بعضی کشورهای دیگرم. اما از سالی که من آمد، از وقتی آمدم کربلا، قید دیگه همه جاها را زدم. خاطرتون هست که چه سالی بود اولین سفرتون؟ اولین سفر ما سال 2015 بود، آمدیم اربعین با یک کاروانی. و از 2015 تا ابتدای کرونا هر سال دیگه مشرف شد. آره، اینجا آمدیم از حرم حضرت عباس سلام الله علیه خواستیم که من میخوام هر سال بیام بقیه کارش بگردن شما درست کنین ما داره. الحمدلله تا سال 2019 ما هر سال آمدیم. متاسفانه 2020-2021 مرزای استرالیا بسته بود و ما اجازه خروج از استرالیا نمیدادن، ما نتونستیم بیاییم. چرا از 2015 که مشرف شدید و اولین سفرتون به کربلا بود میفرمایید دیگه تو این چند ساله به کشور دیگه سفر نکردید؟ دلیلش چیه؟ نه، فقط اینکه اگر ترانزیت بودیم مثل دوحا و دبی دیگه نرفتیم. چون اینجا کربلا آرامشی که اینجا هست، سکونی که هست، در هیچ جای دنیا نیست. اینجا که ما میاییم همون معنویتی که دارن. ما در سالی میاییم به خاطر که خب طول سال کار میکنیم و مشغلات زندگی اینا خیلی زیاد هست و هزینه های زندگی هم خیلی زیاد است، مخصوصا وقتی بریم مسافرت دیگه قابل خیلی سنگین هست و کارم میکنیم همه طول سال، حالا سخت کار میکنیم و هر سال زیاد تفریح یا چیزی نداریم که مثلا خوب به خود برسیم. و کربلا تنها جایی است که من جا میام، در طول اینجا برمیگردم یک سال دیگه شارژ هستم تا سال. این تعبیر درست آقای نبیزاده که از وقتی کربلا مشرف شدید دیگه از نظر روحی اشباع شدید، دیگه نیازی ندارید به سفر دیگه ای مشرف بشید، از خواهی میکنم به سفر دیگه ای برید، با توجه به اینکه کسی مخالف نیست با تفریح، با سفر سیاحتی، تجارتی، هر نوع سفری، ولی شما ظاهرا اشباع میشید دیگه وقتی کربلا مشرف میشید. دقیق. حالا هر کی همون اعتقادات خود دارن، ما تفریح سایل سیاحت میریم به خاطر نیازمندی هست، نیاز داریم که انسان جای خوش بگذره برشان. حالا ما تجربه کشورهای دیگر داشتیم، اونا هم بد نبودن، خیلی خوب بودن، یعنی عالی بودن، اما هیچ جا کربلا نمیشه. یا حسین من زیاد وقت شما رو نمیخوام بگیرم. عرض کنم که شما فرمودید که بیننده شبکه امام حسین هستید و در سیدنی، در شهر خودتون و در منزل که هستید، پیگیری میکنید برنامه های مختلف شبکه امام حسین علیه السلام رو. طبیعتاً مواقف زیادی بوده که شما پای شبکه امام حسین بودید، حالا چه از طریق تلویزیون، چه از طریق گوشی موبایلتون برنامه‌های مختلف رو می‌دیدید و مهمان‌هایی هم از شبکه امام حسین می‌دیدید که از کشورهای مختلف در استودیو حاضر بودن. الان خودتون در اون جایگاه هستید.
الان شما در استودیوی شبکه امام حسین علیه السلام هستید و میلیون ها نفر در کشورهای مختلف صحبت شما رو میبینن و میشنوند. چه صحبتی باهاشون دارید؟ نمیدونم دفعه شو بگم، اما اینجا جای دیگری هست. شخصا خود من طول سال کار میکنم تا هزینه مسافرت آخر سالم که تقریبا همون 40 نزدیک آخر سال با ما میشه، هزینه شان درست کنیم که با خانواده اینجا بیاییم. حالا اگر شده قرضم میگیریم که خود برسانیم 40 اینجا که جا نمانیم. مثل اینکه ما 2020-2021 جا ماندیم، تلاش میکنیم که جزی دیگر جامانده ها نباشیم. توصیه من برای دوستا این هستن که برای شنونده ها یا بیننده های تلویزیون شبکه امام حسین، اگر شدن فقط یک بار تجربه کنین، بیاین کربلا، خودتان میبینین که اینجا چی هست، کجا هست، خودتان تجربه کنین. من نمیدارم چی بگم برای دوستا. اون تجربه که من داشتم، یعنی منم قبلا زیاد مایل به این نبودم که بیام، به خاطر میگفتم پولی که من اینجا مصرف میکنم بفرستم تو افغانستان برای غریب غربا، اونا بهتر هستن. دل و دست آور که حج اکبر است، هزاران کعبه یک دل بهتر است. اما اینجا که آمدیم اون تعبیر شعر برعکس میشه. اینجا میایم دست اونا، دست فقرا را میگیریم، ولی خب اول خود ما هستیم، اول باید به خود برسیم. از نگاه روحی، از نگاه عاطفی، از نگاه باید خود ما سالم باشیم تا بتونیم برای بقیه هم کمک کنیم. درود بر شما. اصلا کربلا که مشرف میشید، سید و شهدا هم بیشتر عنایت میکنن به شما برای اینکه بیشتر از قبل بتونید خدمت کنید به فقرا، مستمندان و هموطنان خودتون در کشور افغانستان. من صحبت دیگه ای ندارم، یعنی سوال زیاد دارم، ولی کارگردان دارن اشاره میکنن که وقتمون رو به اتمام هست. فقط ازتون میخوام که تشریف بیارید اینجا بایستید رو به حرم مقدس سید و شهدا علیه السلام، صحبتی بکنید با امام حسین. آقای نبیزاده، امکانش هست، یعنی ممکنه یک سالی بر شما بگذرد که پول داشته باشید بیایید کربلا، ولی بگید که خب حالا میرم یه جای دیگه، یا اصلا نه سفر نمیرم، سال دیگه میرم کربلا؟ امکانش هست چنین اتفاقی بیفته قبل از 2015؟ چرا همین؟ نه در آینده. ولی مخص نه، خیر نه. چرا؟ این دو ساله که ما نامدیم واقعا عمقش درک کردم که نیامدن به کربلا چه دردی داره. اون شعر مشهوری با امام حسین صحبت کنید، اون شعر مشهوری که میگن، شعرش دور یادم رفت، اون میگه بیچاره کسی که کربلا تا ندیده، بیچاره تر آن کسی که حرم تا دیده. سلام علیک یا ابا عبدالله، سلام علیک یا سید الشهدا، سلام علیک ابا عبدالله حسین علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی سلام الله یا عبد الله رقیب یا ابا عبدالله. دو سال خیلی سخت گذشت، ما از کرونا دیگه حراس نداریم، ما نداشتیم، فقط نمیستونستیم بیاییم. خودت زمین سازی شکر و هر قیمت شده ما بازم کربلا بیاییم، بازم بیاییم، تا زنده هستیم کربلا بیاییم. سلام علیکم. قبول باشه زیارتتون. سلامت باشین. تشکر. و اما جناب آقای میرخلف‌زاده، خواهش میکنم، افتخاریه که برای خودشون مخانه نصیب من میشه شما دعوت میکنید، مهمان صحبت میکنید، باش صحبت میکنید، هدیهش رو من بدم. زیارتتون قبول باشه. تربت آقا سید و شهدا هم برای خودتون هم برای خانواده بهترین هدیه‌ای که ما میتونیم خدمت شما تقدیم بکنیم و فکرم نمی‌کنم بهتر از این در دنیا باشه. دقیق، واقعا
از این بهتر هیچی نیست دنیا، از هیچ چیز بهتر از خاک ابا عبدالله نیست. ان شاء الله همیشه صحیح و سالم باشید. فرصت دادیم صحبت کنیم و در خدمت شما. من هم متشکرم از شما که تشکر میکنم تشریف آوردید در استودیوی شبکه امام حسین علیه السلام. ان شاء الله که بسیار زیاد، خیلی زیاد، خیلی بیش از اونی که خودتون در تصورتون هست سالی یک بار اربعین فقط بیایید، ان شاء الله خیلی بیشتر مشرف بشید کربلا زیارت امام حسین علیه السلام. ان شاء الله از ما خدای ماست که هر ماه بیم. حالا ببینیم عنایت ابا عبدالله و حضرت عباس چی هست. انشاءالله. تشکر میکنم از شما. خدا نگهدارتون. یا علی مدد. بدون کرب و بلا خوب نیست درد و بلا، بدون کرب و بلا خوب نیست درد و بلا، از این که بی تو شوم مبتلا خدا نکند، منو جدایی خون خدا خدا نکند، منو ندیدن کرب و بلا خدا نکند، گناهکارم و مهر تو را به دل دارم، گناهکارم و مهر تو را به دل دارم، من و محبت غیر شما خدا نکند، حسینیه همه پشت و پناه نوکر توست، حسینیه همه پشت و پناه نوکر توست، به غیر محفل تو هر کجا خدا نکند، بهار زندگیم مجلس محرم توست، بهار زندگیم مجلس محرم توست، من و نبودن اهل بکا خدا نکند، تمام عمر به عشق تو زندگی کردم، تمام عمر به عشق تو زندگی کردم، که محشر از تو نباشم جدا خدا نکند، بهشت هم به وجود تو دلربا زیباست، بهشت هم به وجود تو دلربا زیباست، بهشت بی گل روی شما خدا نکند. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله. وقت همه شما به خیر باشه انشالله، هر جا هستید انشالله به زودی روزیتون بشه زیارت امام حسین علیه السلام. دیدید که زائر امام حسین علیه السلام در استدیو بین الحرمین حاضر شدن، هرچه که دوست داشتن از عنایت سید الشهدا به خودشون گفتن و بیان کردن و الحمدلله فضای استدیوی بین الحرمین مهیا هست برای همه زائران امام حسین، همه بینندگان تلویزیون امام حسین علیه السلام که فقط کافی قبل از مشرف شدن به زیارت امام حسین علیه السلام هماهنگ کنید با روابط عمومی تا برنامه حضور شما برای حضور در منم مشترکم رو بچینن و در خدمت شما باشیم، خودتون حضوراً در حضور دوربین های تلویزیون امام حسین علیه السلام و بینندگان تلویزیون امام حسین علیه السلام عرض ارادت کنید خدمت امام حسین علیه السلام. نوش جون هر کسی که این تصویرها نصیبش میشه. الان زائری داریم از تهران به نام خانم عباسی، نوبت زیارت ایشون هست، انشالله در خدمتشون هستیم. سلام علیکم خانم عباسی، به کربلا خوش اومدید. سلام، خسته نباشید. خیلی متشکرم. زم عرض سلام و تسلیت بابت وفات حضرت ام البنین خانم خدمت آقای
میرخلف زاده، آقای اسدی، آقا بهنام، آقای قاسمی نباشید میگویم. سلامت باشین. بنده هم امیر غفوری هستم در خدمت شما. دعوت کنم الان که تصویر ظریح آقا ابوالفضل عباس تقدیم شما عزیزان میشه سلام بدید. سلام، خسته نباشید. با اجازتون من به آقام سلام بدم. بفرمایید. السلام علیک یا ابا عبدالله حسین، السلام علیک یا سیدی یا ابا عبدالله حسین، السلام علیک یا ابوالفضل عباس آقا یا امسن یا الفاس چیز قسم بیرم رو گرگن دشمن الانده اسیر الان ساعتنه هر یرده دشمن قرگولم را آزاد الیم منم بجید بالام نانت بلنده قرگولم بالام جدم یا حسین یا حسین سن بلو حضرت رو گرگن اسیر الان ساعتنه چه من فاطمه زهرا جلده رو گرگن زدن الانده نزاد زیرده منم بجید بالامو قویمون را چه ben bir sınıflanıyam, ya Hüseyin, ya Belfez. O korsuz kollarına nezer ile. O zaman var, elimden yorulup, hasta olup, ezbest ağlamışam yanında balalarıma. Sen andı verirem, Sehran Elvin'in cevan canına, Seliyen yüzüne, hekimden difirlemişem, üzülme tehlikeler beni. Bir tane balam elimdedi, iki tane balam düşman elimde. Onu senden isteyelim, ya Hüseyin. Ya Hüseyin, sen bil Ebelfez'in kesikleri, sen bil Nenun Fatime'yi Zehra'nın geceyle gebre geden saatine Hüseyin. Hiç sakın yoktu gelen ziyaret, bu fakir bir adamım, bir sınık kalbim var. Uzak yoldan benim bu sözümü salma yere, sen bil Fatime'yi Zehra Nenun. Sen andı veren Hazreti Ali'nin o gizli sözlerine ki, Sübler Huya diyerdi, geceler Zehra'nın hereminde. O saatine hamının hacetini vermen dolantında. Dağlıkları mesir olup ya Hüseyin. Kabul başa inşallah hanım Abbas. Memnun destetun derne konu. Dur. دست بوس امام زمان باشید و عتبه بوس آقا سید الشهدا علیه السلام. چقدر خوب بود همونطوری که دلتون میخواد سلام میدید خدمت امام حسین علیه السلام. واقعا خوبی اینجور تصاویر و اینجور برنامه ها اینه که وقتی که انسان گنبد و گلسه و ذریح دلربای آقا سید الشهدا و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام رو میبینه هرچه که در دلش هست رو بیان میکنه، هرچه یعنی تمام دنیا فارغ میشه، اگر مادر بزرگواری باشه، اگر پدر بزرگواری باشه، اگر هم سن و سال ما باشه، آقایون محترم، خواهران بزرگوار، همه هرچه در دنیا هر پست و مقامی داشتن و دارند تا چشمشون میفته به ذریح سید الشهدا علیه السلام و به تصویر گنبد امام حسین علیه السلام. واقعا در حد همون غلام و کنیز خودشون رو میارن پایین و سلام میدن. ببینید این جمعیتی که دور ذریح امام حسین علیه السلام هستن، مسلماً همه شیعیان، همه ما هرچه داریم از صدق سر اهل بیت علیهم السلام هست. بین اینها چقدر فقیر هست، بین اینها چقدر ثروتمند هست. درسته که ثروت واقعی داشتن ولایت آقا امیرالمومنین علیه السلام هست، ولی خب از نظر دنیوی، ولی همه اینها ملجأ و مقصدشون ذریح سید الشهدا علیه السلام هست. و آرزو میکنم برای شما عزیزان که به زودی دست هاتون مثل این زائران امام حسین علیه السلام که تقریبا این جور وقت ها دل رو یاد ذریح امام رضا هم میندازه، اینقدر شلوغ، اینقدر یادش به خیر، ان شاء الله که دفع بلا بشه اونجا هم بتونیم راحت زیارت کنیم. ان شاء الله شما هم به زودی پنجه در شبکه های ذریح امام حسین علیه السلام بیندازید. بعد رو دریافت بکنیم. سرکار خانم نبیزاده از کشور ترکیه. سلام علیکم و رحمت الله. سرکار خانم نبیزاده صدای بنده رو دارید؟ سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا باب. نویز داره یه دنم. ادامه بدید سرکار خانم. السلام علیکم یا فاطمه زهرا. سلام الله علیها. السلام علی المستعین.
علی علی ابن الحسین، علی اولاد الحسین، علی اصحاب الحسین، علی عباس الحسین. السلام علیک. انشاءالله که زیارت این خواهر بزرگوارمون قبول باشه. صداشون متاسفانه قطع شد. انشاءالله حاجت روا باشن و هر چه زودتر مشرف بشن کربلا همراه با خانواده. اجازه بدید بین زائرانی که آماده هستن برای زیارت امام حسین علیه السلام سری بزنیم به کلاب هاوس و خانم پارسا رو ازشون دعوت کنیم و بخواییم ازشون سلام بدن خدمت امام حسین علیه السلام. سلام علیکم خانم پارسا، صدای بنده رو دارید؟ عرض سلام دارم. بله آقای غفوری، خیلی متشکرم. سلام علیکم، زیارتتون قبول باشه. از شما، از شبکه محترم امام حسین تیوی خیلی تشکر میکنم که این امکان رو برای ما ایجاد میکنن. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. هستم در خدمت. خدمت از بنده هست. خیلی ممنون که سلام دادید. انشالله همیشه به زیارت امام حسین علیه السلام باشید و انشالله که به زودی شما رو در جمع زائران امام حسین علیه السلام ببینید. خب دوستان، یک نکته ای که همیشه قابل عرض هست برای شما این هست که یک پرچمی رو داریم ما در برنامه منم مشترکم و این پرچم بنابه مناسبات ذکری که روش هست تغییر میکنه. درسته که در طول سال این پرچم رو با ذکر یا حسین تماشا میکنید، ولی خب در ایام مناسبات ذکر این پرچم تغییر میکنه. سالهای قبل و دفعات گذشته دیدید ایام ولادت حضرت زهرا نقش پرچم یا زهرا شده، ایام ولادت امیرالمومنین نقش پرچم یا امیرالمومنین بوده. علی حال این پرچم یک واسطه هست برای دخیل شدن و اسم شما زائران امام حسین، هر کسی از هر کجای دنیا از هر طریقی که وصل میشه به برنامه منم مشترکم، چه صداش روی آنتن بیاد چه صداش روی آنتن نیاد، چطور؟ یعنی که اگر شما موفق بشید سلام بدید و اگر موفق نشید سلام بدید، فقط تماستون وصل بشه و قطع بشه، اسم شما نوشته میشه روی این پرچم و متبرک میشه به ذریح نورانی آقا سید الشهدا علیه السلام. و اما در خدمت جناب آقای محمد رضا جبارزاده هستی. سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی خوش اومدید. سلامت باشید. غفوری عزیز، ارادتمندم. سلام علیکم. سلام علیکم. ارادتمندم. خوش آمدید به استودیو بیرون حرمه. سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام بینندگان محترم مجمع رسانه‌ای امام حسین علیه السلام، مخصوصا شبکه امام حسین وان به شبکه به زبان فارسی. الحمدلله شب جمعه، شب زیارتی حضرت سید الشهدا علیه السلام، توفیق پیدا کردم دوباره در خدمت دوستان باشم و عرض ارادتی محضر سید الشهدا و عرض ارادتی محضر شما بزرگواران داشته باشم. الحمدلله خدا را شاکرم که توانستیم در مجموع رسانه امام حسین علیه السلام خدمت بکنیم و مخصوصا شبکه جانی الزهرا سلام الله علیها که به نام بیبی دعالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. الحمدلله برنامه های شبکه الزهرا فوق‌العاده بهتر از قبل پیش میره، پیشرفتی داشته که بینندگان محترم میبینن و تغییرات رو احساس میکنن که برنامه های جدید مخصوصا در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا، شهادت حضرت ام البنین و ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها که مخصوصا یک برنامه به اسم بانوی بهش خانم نارن سیدنسیم تولید اولوبده و پخش اولوب به مناسبت فاطمیه و انشاءالله که بیر قباخلقدان معذرت استیرم یک برنامه تولید خواهد شد به اسم امیر المومنین علیه السلام قرآن دان که
هم فاطمی دیم، هم علوی، هم حضرت زهرا سلام الله علیها نان معارفین دنیای یایزا، هم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام مظلومیتیم. من عمدن ترچو دانشتم چون شبکه زانی امام حسین علیه السلام جرن نرنین اکثرین ترچو زبان دلار و اونا جرن استدیم راحت الله و راحت از دلمی زینن حضرت زهرا سلام الله علیها نان معارفین دنیا یایاخ و الله هم شاکرم الله دان استرم که توفیق بیسین تا الی ابلاخ تمام اولاری که اهل بیتنن تانش دیلر اهل بیتنن آشنا دیلر الی ابلاخ سیزلرین چو محلخلارینن الی ابلاخ مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها دنیایم یایا. بو برنامه منم مشترکم دی فارس دلنده دی و تمام مشترکلر چو محلق الیلر و اتدارن یازدرلار و تو که جورن سوی جناب آی میرخلف زاده اتدارن یازدرلار پرچم سید شهدای تبرو ورلر و شریک اولولار بو معارفین پایلاشماسندام اولاردام شریک اولولار. شبکه جهانی الزهرا سلام الله علیها دم بودردی یعنی مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام بودردی سیزلرین چوم اهل خلارینن بیرینین مالی حالت ده چوم اهل غلیر بیریم گلمینن چوم اهل غلیر بیریم دلینن چوم اهل غلیر بیریم دانشماسینن چوم اهل غلیر تا بو معارف پایلاشسن. برنامه لرمیز شواردیم عشق ولایتی برنامه‌سی حیات منبعی امام مهدی چمدی فوتروس برا کربلا بولار کارشناسلار دیلرینن چوم اهل غلیر تا مظلومیت حضرت زهرا عالمه یایلسن. تمام برنامه حسینی سسلر دی آدم ها دوشتی برنامه حسینی سسلر چیم دنیانن هر نقطه‌سنده چیم ترک زبان نوحه خان واردیم اولار شرکت الیلر هر برنامه ده بیری شرکت الیلر تا هم نوحانلار معرفی اولسون زبان نوحانلار معرفی اولسون بقیه ترک زبانلارا هم اهل بیت علیهم السلام مظلومیتیم هر دیلینن هر بیر جلون دیگرلر بیر ایسی واردی هر بیر دیلینن مظلومیت اهل بیت علیهم السلام دنیایم پخش اولسون. من بندان چوخ مزاحمم اوقات زلمورام فارسی شبکه دی من ترکی دانشتیم اولار چی فارس زبان دلار من مزرد خواهلق الیرم و سیزین هممزی الله ها امانت تابشیرام هممزین طرفیزدن بوجون تومخ شام سید شهدانن زیارت چه جسیم نایب زیاره و دعا گذارم فعلا یا علی مدد حضا ارادت مند. ممنونیم خدا خیرتون بده سلامت باشیم بزرگوار خدا رو شاکریم که شبکه امام حسین علیه السلام بستری هست که بتونه هم در ارتباط با اعمال خودش و با کارهای شبکه از زهرا خدمت عزیزان بیننده سلامت باشیم خود. بندم از شبکه فارسی مخصوصا مدیریت شبکه فارسی تشکر میکنم که همچین فرصتی رو ایجاد کرده که هم بینندگان بتونن به سید شهدا علیه السلام سلام بدن عرض ارادت کنن هم ما بتونیم بر معرفی برنامه هم اونو بکنم. خدا خیرتون بده ممنونیم از حضورتون و اما تماس بعد رو دریافت بکنیم جناب آقای سیدی از تهران. سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای سیدی صدای بنده رو دارید؟ سلام علیکم. خب تا میاد صدای این عزیز به ما برسه
من توضیحی بدم. اسامی شما که در طول هفته گذشت در این هفته جاری دادید به روابط عمومی همش رو من الحمدلله رب العالمین به غیر از یه چند تا دیگه‌اش که تا پایان برنامه فرصت داریم خواهم نوشت روی پرچم مطهر یا حسین و فعلا تا اونجایی که دست من میرسه میشه گفتش که این پرچم تقریبا مملو شده. حالا این قسمت هم بمونه انشاءالله برای بقیه اسامی. خب الحمدلله تماس آقای سیدی وصل شد. سلام علیکم و رحمت الله. سلام آقای طرفزاده. علیکم السلام به کربلا، خوش اومدید. بفرمایید زیارت کنید آقای امام حسین علیه السلام رو در شب جمعه. من عرض سلام و خسته نباشید به شما، بی نیابت پدر و مادرم، بی نیابت مرحوم برادرم تغییر، بی نیابت خواهرم حمیده، بی نیابت پدر زنم مادر زنم، السلام علی الحسین و علی علی حسین و علی علی حسین يا حسين يا بالفضل يا بالفضل اللهم اجل ولي فرج امي خلف زاده اسمتون نبه ها من بنویسید. من با اجازتون می نویسم خانواده سیدی. شما گوشی رو قطع نکنید، اسامی رو تک تک بدید روابط عمومی بعدن به من میدن که تکمیل بکنم. ولی الان می نویسم خانواده سیدی. ممنونیم از تماستون یا علی مدد و خدا نگهدارتون. گفتن کارتان همه گفتیم نوکریم، چون بار عشق را به سر شانه میبریم. ظاهر بعدی که برای زیارت آماده شدن انشاءالله فهمیدید کدوم بزرگوار هستن. خانم نظری از کانادا سلام. تقریبا یک رو بلا بی سقه تا پایان برنامه هست. صدای منو دارید خانم نظری؟ بله. سلام علیکم به کربلا، خوش اومدید. سلام علیکم. السلام علیک یا ابا عبدالله و الارواح التي الادقنا علیکم بی نیزمام لای ابدا ما بقی تو وقی لیل و نهار و ناجه لولا و آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و اولاد الحسین و اولاد اصحاب الحسین. السلام عليك يا أبو الفضل العباس حي. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله والأمير المؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليه وسلم. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. بنيابة جميع گذشتگان ملتمسين دعا شفاء مريضان عاقبت بخير جوانان. اللهم اجل وليك الفرج، اللهم اجل وليك الفرج، اللهم اجل وليك الفرج يا حسين، اللهم اجل وليك الفرج. قبول باشه ان شاء الله زیارتتون. خانم نظری اسم شما رو جناب آقای میرخلف‌زاده روی پرچم یا حسین نوشتند. جناب آقای آلتاها از کلاب هاوس امام حسین تی وی وان، اگر صدای من رو دارید سلام عرض میکنم خدمت شما، وقتتون بخیر، بفرمایید زیارت سید الشهدا علیه السلام. شب جمعه است، هوایت نکنم میمیرم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک ابن رسول الله، السلام علیک یا سار الله و بسار و البتر الموتور، عالم همه قطرند و دریاز حسین، خوبان همه بندند و آغاز حسین، ترسم که شفاعت کند از قاتل خیش، از بس که کلام دارد و آغاز حسین. محضر حاج آقا بهنام عزیز، آقای غفوری گرانقدر، عرض سلام و احترام دارم. ممنونم که هر شب دورتون بگردم امیر جان. الهی به حق از زراح، فردا ما به شرط لیاقت دستتون رو تو دست جده خودمون خواهیم گذاشت. به شما ما خیلی ارادت داریم. بزرگوار. انشالله به حق از زهرا شما هم خیر ببینید که ما رو وصل میکنید به ابی عبدالله، این راه دلتنگی میشه. فقط یه خواهشی دارم از آقای بهنام، امشب محضر ارباب مشرف شدید به
خب عرض کنید، الان یه خانم دور روم هستم به نام فرح حقو، ایشون یه نوه‌ای دارن به نام محمد صدرا، سرطانی هستن. اولین حاجت همه شیعیان محبین امیرالمومنین علی علیه السلام، خودتون میدونید فرج حجت ابن حسن آقا بقیت الله العظم هستش. انشالله برای این شفای این بیمار ما هم دعا کنید، انشالله شفا بگیرن. شنبه میخوان جواب امارای بدن که انشالله جواب امارای مثبت باشه و دیگه شیمی درمانی نشه. و اینو خیلی التماس دعا دارم ازتون و دست همه تون رو میبوسم، خصوصا آقای بهنام، آقای قفوری و آقای میرخلفزاده که تاج سر من هستن. التماس دعا یاد به روی چشم جناب آقای آل طه. جناب آقای میرخلفزاده لطف کردن و اسم آقا محمد سجاد رو روی پرچم مقدس یا حسین نوشتند. من هم انجام وظیفه میکنم، دعاگو و نایب زیاره هستم، برای ایشون هم دعا میکنم و یقین داریم به لطف سید الشهدا علیه السلام و از میلیون ها بیننده شبکه امام حسین علیه السلام، بیننده هایی که از راه های مختلف الان برنامه منم مشترکم رو مشاهده میکنید، از تلویزیون و ماهواره یا از یوتیوب، از راه اپلیکیشن و سایت، از آی پی تی وی ها، تلویزیون های اینترنتی، از هر راهی که الان صدا و تصویر من رو از بین الحرمین، از استودیوی شبکه امام حسین علیه السلام دریافت میکنید، خواهش میکنم برای شفای عاجل و کامل همه مریض هایی که سفارش کردند، مریض های زیادی پیام دادن، تماس گرفتن، اسامیشون روی پرچم نوشته شد و آقا محمد سجاد که اسمشون برده شد در این برنامه، همین الان لطف کنید یک حمد شفا و پنج مرتبه آیه شریفه امن یجیب المضطر را اذا دعاه و یکشف السوء رو تلاوت بفرمایید. زمان زیادی از شما نمیگیره ولی یقیناً بسیار بسیار اثرگذار هست. بلا شک همید قطعاً و خود همه بینندگان عزیزمون هم به این مسئله واقف هستند که هر کار خیلی رو برای دیگران انجام میدن، خودشون هم قطعاً با بهره هستن. تماس بعد رو دریافت میکنیم از شهر تهران. آقای علی، سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. به کربلا خوش اومدید حاجی جان، بفرمایید ظاهر آقا سید و شهدا علیه السلام باشید. خواستم سلام بدم. خواهش شما سوال دارم. سلام علیکم و رحمت الله و سلام خدمت آقا امیر مونید و این خاشم آقا حافظ عباس. بعد خواستم به من تو عرض کنم که اگر ممکنه اسم حقیق و خانواده همون اون پرچم مبارک درج کنیم. ممنونم به شما. سلام قبول باشه زیارتتون حاج آقا. ما اسم حضرت عالی رو نوشتیم، الان جلویش یک خانواده هم می نویسیم. انشاءالله همگی حاجت روا باشید. ممنونیم از تماستون. یا علی مدد. شکرن لکه یا ابا عبدالله. تصاویر رو مشاهده می‌فرمایید. در هوای سرد زمستانی کربلا می‌بینید که جمعیت زوار سید الشهدا علیه السلام اطراف حرم و در حرم‌های مقدس امام حسین و آقا ابوالفضل و خیابان‌های اطراف به چه نحو هست جمعیت زوار. انشاءالله که به زودی قسمت روزی شما بیننده ها و عاشقان امام حسین علیه السلام هم بشود. زائر بعد سرکار خانم فاطمه از کلاب هاوس، اگر صدای من رو دارید با ما هستید. سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر. سلام و عرض ادب خدمت همه دستان در کارا، انشاءالله که زیارت شما هم قبول باشه. الهی آمین. السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیه منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و علی انصار الحسین و علی زوار الحسین. شب جمعه شب زیارتیه آقا ابو عبدالله الحسین
حسین جان قسمت و روزی همه ی آرزومنداش بکن. انشاءالله یه همچین شبی ما هم کربلا باشیم. شب جمعه است و دلم شوق زیارت دارد. این چنین است که احساس سعادت دارد. حرم حضرت عباس عجب عقده گشاست که دعا در حرمش میل اجابت دارد. اللهم اجعل لوليك الفرج والعافیت والنصر. اللهم اجعلنا من اعوانی و انصاره و شیعته. اللهم ارزقنا زیارت الحسین و شفاعت الحسین علیه السلام. ممنونم بازم. قبول باشه زیارتتون، حاجت روا باشید و خوش به سعادتتون که در این شب جمعه و در این لحظات صدای شما در شهر مقدس کربلا در بین الحرمین پخش شد. انشاءالله مقدمه ای باشد برای اینکه به زودی مشرف بشید کربلا و حضوری زیارت کنید امام حسین علیه السلام. خب برای استقبال از زائر بعدی بنده شعر نمیخونم، بیتی رو تقدیم شما عزیزان نمیکنم و تحسین میکنم به این بیت زیبایی که این خانم و این زائر بزرگوار قبل از ما خوندن و هدیه کردن به آقا قمر بنی هاشم. انقدر کیف کردیم که انشالله به نیابتشون محضر اول فضل عباس حضورا عرض ارادت میکنیم. خانم سمیه از شیراز سلام علیکم به کربلا، خوش اومدید. سلام آقای قبوری، خیلی متشکرم، بفرمایید زیارت امام حسین. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا السلام علیک یا حضرت عباس، السلام علیک یا حضرت روحیه، السلام علیک یا علی اکبر، السلام علیک یا علی اکبر، السلام علیک یا امام، السلام علیک یا امام زمان، خدا از ذکر آقا امام زمان بگیم شب نزدیکی فرمید. قبول باشه السلام علیک یا فاطمه. خیلی ممنون از برنامه خودتون، التماس دعا. سلامت باشید، انشاءالله به زودی روزیتون بشه زیارت امام حسین علیه السلام. انقدر تصویر بین الحرمین زیباست که اصلا آسمان بین الحرمین هم سبز شده. نوش جونتون. خب الحمدلله رب العالمین. عزیزان بیننده، ما از بین شما مشترکین ماهی یک بار یه قرعه کشی انجام میدیم به میمنت روز 18 ماه ذی‌الحجه، روز ولایت آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، عید قدیر خم علیهم السلام. و شما مشترکینی که دارید این مجموعه رو یاری میکنید و ساپورت مالی میکنید، ماهانه به صورت منظم دارید وجوهات خودتون رو پرداخت میکنید از جای جای این کره خاکی به کربلای معلا برسه تا این شبکه بتونه به 5 زبان زنده دنیا برنامه تولید بکنه و خدمت همه مردم دنیا، خاص شیعیان نیست، خاص مسلمان ها نیست، برای همه مردم انشاءالله. همه میبینن وضعیت زندگانی پیامبر اکرم، ائمه اطهار، خاصه مظلومیت آقا سید الشهدا سلام الله علیه رو و گرایش به دین مبین اسلام و مذهب حقه اثناعشر. و اما اجازه بدید من یه سوالی بکنم از کارگردان محترم، ببینیم پنل قرعه کشی اگر آماده هست من دیگه توضیح بیشتری ندم. ممنون میشم حالا که آماده است لطف کنید. یا علی اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. لطف میکنید استارت بکنید. 3 2 1 یا علی. بله بسم الله. 3 یا علی. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 یا علی. آقای احمد شیعه‌زاده از کشور ایران، مبارکشون باشه انشاءالله. کد اشتراک 6201
156 عذرخواهی میکنم، کد اشتراک 62156 به نام آقای احمد شیعه‌زاده، ایشون برنده شدن که انشاءالله دریافت کننده کمک هزینه تشرف به کربلا باشن. اجازه بدید تا تماس رو استاد بهنام تحویل میگیرن من اسم این عزیز رو به عنوان برنده کربلا بنویسم. با توجه به وقت باقی مانده فکر میکنم آخرین تماس باشه جناب آقای حیدری از آلمان. سلام علیکم آقای حیدری، صدای من رو دارید؟ ما داریم. بفرمایید زیارت کنید امام حسین علیه السلام رو، وقتمون رو به اتمام هست. سلام و عرض ادب خدمت شما حاجی آقا، میخوام سلام بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی جمیعا سلام الله ابدا بقیت و بقی لیل و نهار، فلا جعل الله الاخر العهد من الزیار. السلام علیکم و علی علی ابن حسین و علی اولاد الحسین و اصحاب حسین و عباس الحسین. السلام علیکم علی عباس الحسین، اللهم عدل ولی کفرد جا خواهم اسم خانواده رضایی رو روی پرچم آقای حسین بنویسیم. زیارتتون قبول باشه، اسم شما روی پرچم نوشته شد. اسامی دیگری هم اگر دارید به دوستانمون در روابط عمومی اسامی رو بفرمایید که منتقل میکنن روی پرچم و نوشته میشه. تماس آقای حیدری از آلمان وصل نشد و پنل به صورت اتوماتیک تماس بعدی رو وصل کرد، خانم نازنین از افغانستان. انشاءالله زیارتشون قبول باشه، به زودی قسمت روزی همه شما عاشقان سید الشهدا علیه السلام بشه، مشرف بشید کربلا. من هم انجام وظیفه میکنم، دعاگو و نایب زیارتون هستم. اللهم عجل لولیک الفرج یا علی مدد. دوستان عزیز، در هفته‌ای که در پیش است انشاءالله تماشای تلویزیون امام حسین علیه السلام رو فراموش نکنید. در این یکی دو ساعتی که ما در خدمت شما بودیم در این برنامه، در گوشه دیگر از استودیو دوستان ما در گروه دکور و آماده سازی دکورات برنامه ها هماهنگ میکردن و آماده میکردن دکورها رو برای برنامه هایی که در پیش داریم. انشاءالله همراه ما باشید در ایام ولادت حضرت زهرا یا علی. شما بزرگواران همیشه همراه ما بودید و بدونید و مطمئن باشید از یاد ما نمیرید. هر اونچه که مشرف بشیم حرمهای مطهر ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین در کشور عراق داغ و نایب زیارتون خواهیم بود انشاءالله، همونطور که مثل قبل بودیم. خدا رو شاکریم تونستیم چند دقیقه رو در خدمت شما باشیم، رساننده صدای شما به کربلای معلا باشیم. با برنامه منم مشترکم، امیدوارم زنده باشید و باشیم تا یه برنامه دیگه از همین سری برنامه ها. یا علی. میگم یا حسین حرارت سیخ دلم خوشه، این آقام داره حتما بداشت و میبینه منی که برادا زدم دل و پیره تموم با جورم به عشق جدیده. یا حسین میگم یا حسین حرارت شیر دلم خوشه، این آقام داره حتما جداشو میبینه منی که برازم زدم دل و پیره.